برای همه ما پیش اومده که وقتهای خسته و ناامید میشیم و توان ادامه دادن نداریم، توی هر راهی، توی کارمون، توی درسمون یا توی مسیر موسیقی. اما مسئله اینجاست که تو باید ادامه بدی و هدفتو دنبال بکنی. امروز میخوام یکم در مورد خودم بگم و مسیری که توی راه موسیقی اومدم تا به اینجا رسیدم براتون تعریف کنم و با هم دیگه صحبت بکنیم، چون خیلی از من پرسیده میشه که چقدر طول میکشه که ما یه نوازنده خوبی بشیم، چه کارهایی باید انجام بدیم. پس مثل همیشه لطفا من رو حمایت کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا آخر ویدیو با من باشید. ممنون. سلام، من فرشید سهرابم، متولد 17 بهمن 1368 شیراز. امروز میخوام یکم در مورد مسیر آموزش موسیقیم با شما صحبت بکنم و بهتون بگم چه راههایی رو گذروندم و چه کارهایی رو کردم تا به اینجا رسیدم. من واقعا از بچگی عاشق موسیقی بودم. یادم 3-4 ساله بودم، میرفتم خونه یکی از آشناها و کنار خونهشون توی سالن یه تنبک و یه تار بود که من از وقتی که میرسیدم واقعا نگاهم فقط به این سازا بود و دلم پر میکشید که برم این سازا رو از نزدیک ببینم، نگاهشون کنم، بهشون دست بزنم. ولی خب از اونجایی که میدونستم که هم خودشون روی این سازا حساسن، همین که ممکن بود بهم بگن که دست نزدن، خب هیچ وقت این کارو نمیکردم. ولی خب هر از گاهی هم میشد که همچین یواشکی میرفتم از نزدیک میدیدم، یا بعضی وقتا اون سیم تار رو میزدم و اون صدایی که ازش در میومد واقعا من رو مجذوب خودش کرده بود. این عشق و علاقه من به موسیقی رو خانوادم فهمیده بودن و خب به فکر افتادن که من رو بذارن کلاس موسیقی. اون موقع مثل الان نبود که اینقدر امکانات زیاد باشه و شهر پر از آموزشگاه موسیقی باشه. 3-4 تا آموزشگاه موسیقی بود اون موقع که توی شیراز کار میکردم و خب آشناهایی که حالا میدونستیم توی کار آموزش موسیقی هستن. به هر حال تماس گرفتم با یه دوستی که تو کار آموزش کودک بود و خب اون گفتش که این آموزش ها برای کسایی که خونه رو نوشتن بلدن. خب من موقع تقریبا 4 سالم بود، ولی خوشبختانه یه خورده خونه رو نوشتن رو از خواهر بزرگترم یاد گرفته بودم. به هر حال با اصرار پدر مادرم ایشون قبول کردن و گفتن که خب بیادش اگر تونست خودش رو با کلاس هماهنگ کنه ادامه بده. خب من واقعا عاشق موسیقی بودم، خیلی زیاد تمرین میکردم، همیشه جز شاگرد خوبای کلاس بودم و مربیم خیلی از من راضی بود. یادمه که خوشبختانه دیگه قبول کردن که من اون دوره رو بگذرونم و تا آخر دوره رو گذروندم. بعد از اینکه دوره آموزش کودک همون بلز و فلوت بود رو گذروندم، خب حالا تقریبا 7 ساله بودم و خب باید ساز تخصصی انتخاب میکردم. خیلی عاشق موسیقی بودم و خب سازها رو خوب میشناختم. وقتی از من میپرسیدن که خب حالا چه سازی رو میخوای انتخاب کنی که بری و ساز تخصصی یاد بگیری، من همیشه میگفتم نمیدونم. این که نمیدونستم دلیلش این نبود که سازها رو نمیشناستم، اتفاقا خیلی خوب میشناختم، ولی خب واقعا انقدر عاشق همشون بودم که نمیتونستم انتخاب بکنم. به خاطر همین دیگه از اونجایی که توی خونه هر ایرانی یه دونه سنتور هست، یا اگه خودشون ندارن یکی از آشناها بالاخره یه سنتور دارن، ما هم عموم یه سنتور داشت و این سنتور از عموم گرفتیم و منو فرستادن کلاس سنتور. یادم اون موقع اولین شهریه‌ای که برای کلاس سنتور میدادن برای هر 4 جلسه 500 تومن بود، 500 تا تک تومنی که فکر کنم الان وجودم نداره دیگه. خیلی تمرین میکردم و اون تقریبا فکر کنم دو سال تا سه سال پیش اولین مربیم کار کردم. بعد از اینکه اون دوره های ابتدایی رو گذروندم و کتاب های اولیه رو کار کردم، شون به من گفتن که خب بهتره که ادامه راه رو بری پیش استاد خودم و من رو معرفی کردن به استاد خودشون. رفتم پیش ایشون و دوره های متوسطه رو گذروندم، تقریبا 4-5 تا کتاب رو اونجا کار کردم. فکر میکنم 4-5 سالی کار کردم و بعد از این ایشون به من گفتن که باز دوباره بهتره که بری پیش استاد من و ادامه مسیر رو اونجا برای دوره عالی بگذرونی. خب یادمه که آخرین شهریه‌ای که دادم پیش استادم 10,000 تومن بود و خب میخواستم برم آموزشگاه پیش استاد بعدی که خب پرسیدم و به من گفتن که شهریه کلاس‌ها 16,000 تومنه. خب خیلی مبلغ زیادی بود بر من اون موقع. خب به هر حال ما یه خانواده متوسط بودیم. حالا همینجا یادم افتاد به یه خاطره، این که
اون موقع خب امکانات زیاد نبود، مثل الان نبود که شما هر آهنگی رو بخواید خیلی راحت میتونید دانلود بکنید، همه چیز در دسترس، خیلی راحت دسترسی به همه چیز هست. خب عاشق این بودم که آلبومای موسیقی رو گوش بدم. خب اون موقع بعد کاستاشو می‌خریدی، کاستا هم مثلا قیمتش 600 تومن 800 تومن 1000 تومن، کاستا قیمتش اینطوری بود. من یادمه که اون موقع مسیری که بعد از مدرسه تا خونه میرفتیم رو پیاده میرفتم و خب شاید اون موقع یادم نیست که مثلا 50 تومن اینا حدودا کرایه راه من بود و این پول رو جمع میکردم که بتونم آخر ماه یا بعد از 2 ماه بتونم یک کاست بخرم و واقعا این کار رو با عشق و علاقه انجام میدادم و عاشق این کاست هایی بودم که داشتم. اونا رو همیشه من توی کمدم نگه میداشتم و هر کاستی رو شاید صدها بار گوش دادم و جمله به جملهش رو حفظ بودم و حتی سازار رو میدونستم که الان چی میزنه، چجوری جواب میده و کاملا همه آهنگا رو حفظ بودم. اتفاقا این کاستا رو هم میگم تا چند وقت پیش داشتیم و ولی خب دیگه بعد دیگه دستگاهی نبود که بشه اینا رو گوش داد و بعدم دیگه رفت کنار و دیگه الان هم که مهاجرت کردیم و دیگه همه رو از دست دادم. خوشبختانه استاد من خیلی سختگیر بودن و به نکات خیلی خیلی ریزم توجه میکردن، ایرادا رو میگرفتن و همیشه به من میگفتن که این رو من به خاطر این قد سختگیر میکنم که تو بعدها میخوای اینا رو درس بدی و باید اینا رو خیلی خوب و درست منتقل بکنی به هنرجو و من واقعا قدردانشون هستم و واقعا همیشه ازشون تشکر میکنم. اگر شما هم استادتون سختگیره قطعا بعدا قدرش رو میدونید و متوجه میشید که این سختگیری ها برای چی بوده. من خیلی خیلی زیاد تمرین میکردم و واقعا از هر وقتی استفاده میکردم برای اینکه تمرین بکنم و خب این سر و صداها مطمئنم که توی خونه بقیه رو خیلی اذیت کرده و حتی بعضی وقتا همسایه ها رو هم اذیت میکرد. حتی بعضی وقتا شده بود که همسایه روبروی ما توی اون بر خیابون، اون بر کوچه اومده بود میگفت که خیلی صدای ساز میاد، ما میخوایم درس بخونیم از این حرفا. و خب به هر حال من واقعا عاشق این کار بودم، همش دنبال یه راهی بودم که بتونم صدای سازمو کم بکنم که بتونم تمرین کنم و دیگران رو اذیت نکنم. خیلی راه ها رو هم امتحان کردم، مثلا نمد ساز اومدم، نمد مزراب اومدم کلوفتر کردم، روی ساز ملافه مینداختم و خب دیگه سیما رو نمیدیدم ولی خب همینطوری از روی ملافه ساز میزدم، یا اینکه بعضی وقتا پتو مینداختم روی ساز میرفتم زیر پتو ساز میزدم. خلاصه خب اون موقع باز دوباره امکاناتی که الان هست نبود دیگه، الان سازهای سایلنت و آپارتمانی هست که صداش خیلی کم و راحت شما میتونید استفاده بکنید، ولی اون موقع نبود. اون موقع من از این راهها کمک میگرفتم که بتونم ساز بزنم به خاطر اینکه واقعا آدمی هم نبودم که کارمو بخوام ناقص انجام بدم، یعنی دوست داشتم وقتی میرم سر کلاس با آمادگی کامل و 100% برم، مثل الان که میبینم بهونه‌های جور و جور، درس داشتیم، امتحان داشتیم، مریض بودیم از این حرفا، ولی من اصلا اینجور آدمی نبودم. دوست داشتم وقتی میرم سر کلاس کاملا درسمو بلد باشم. خب امتحانای سختی رو هم میدادیم برای اینکه بتونم اون کارت سابقه تدریسمو بگیرم، مدرکمو بگیرم. میگم هر دستگاهی تقریبا 30-40 صفحه بعضی وقتا بیشتر باید حفظ میکردی و خب وقتی میرفتی سر کلاس مثلا استاد میگفت که فلان گوشه رو از فلان کتاب اجرا بکن و خب باید میزدی، حتی بعضی وقتا از وسط یه قطعه میگفتن از اینجا بزن و باید میزدی با راست و چپ صحیح خودش با اون حالتی که داشت. خب نیازمند این بود که خیلی روی اینا کار کرده باشی و مسلط باشی که بتونی خوب اجراش بکنی. ولی خب وقتی که برام نگاه میکنم میبینم که واقعا مسیر خوبی رو گذروندم و خدا رو شکر میکنم که توی این مسیر افتادم، به خاطر اینکه این مسیر باعث شد که من با آدم‌های خوبی آشنا بشم توی این مسیر و وقتم و فکرم بیفته توی یه مسیر متفاوتی از خیلی از همسن و سالان توی اون زمان و شاید باعث شد که نوجوانی خوبی رو بگذرونم و دوران خیلی خوبی رو به نسبت خیلی از همسن و سالان داشته باشم وقتی مقایسه میکنم. خب توی این مسیر که بودم تصمیم گرفتم یه گروه موسیقی داشته باشم، یه گروه موسیقی رو انداختم و اجراهای متفاوت رو گذاشتیم و حتی از توی اون گروه توی یه جشنواره توی تهران شرکت کردم و اونجا مقام آوردم. خلاصه با تمام سختی‌هایی که بود مدرکم رو گرفتم و خب
تدریس رو شروع کردم. خب سنم خیلی کم بود، شاید اوایلش هنرجوهایی که میومدن اوایل خیلی بهم اعتماد نمی کردن، به خاطر اینکه خب بعضی وقتا هنرجوم دو برابر من بود سنش، ولی خب آروم آروم اعتبار بیشتری به دست آوردم، تجربه بیشتری به دست آوردم و خب آروم یاد گرفتم که چطور باید با هنرجو برخورد بکنم، چطور باید تدریس بکنم و خب جا افتادم توی این مسیر دیگه. خب بعد با اون درآمدی که به دست می آوردم از تدریس تصمیم گرفتم یه ساز دیگه بگیرم، چون گفتم اولش به همه سازا علاقه داشتم واقعا. یکی از سازهایی که خیلی خیلی من دوست داشتم ساز تار بود. یه تار گرفتیم و شروع کردم به تار زدن. بعضی وقتا واقعا شب تا صبح تار می‌زدم. دوست داشتم این ساز و صدای متفاوتی نسبت به سنتور داشت و امکانات متفاوتی داشت. به خاطر همین چون من سالهای سال سنتور زده بودم، حالا این صدای متفاوت تار خیلی منو جذب کرده بود. بعد از اون ساز دف رو گرفتم. دف رو رفتم پیش استاد و کلاس رفتم. تقریبا 6-7 ماه که کلاس رفتم پیش استادم بهم گفت که تو دیگه اصول کلی رو بلدی. خب چون ریتما رو بلد بودم، بعد از 6-7 ماه بهم گفت که دیگه بقیه رو خودت کار کن، تمرین کن، بیا تنبک شروع کن. دیگه من رفتم ساز تنبک رو خریدم. ساز تنبک خیلی خیلی متفاوت بود نسبت به دف، تکنیکای خیلی بیشتری توش داشت و واقعا من صبوری رو توی تنبک یاد گرفتم، چون بعضی تکنیک های تنبک خیلی ظریفکاری هایی داره، خیلی ریزکاری هایی داره. مثلا من یادم یه تکنیک رو شاید یک سال تمرین کردم تا بالاخره تونستم تکنیک رو بزنم. تنبک خیلی ساز جذابی برام بود و هست هنوز. تقریبا 2-3 سال تنبک رو کار کردم. ساز ویولون رو کار کردم، تقریبا 3 سال ویولون زدم. ساز ویولونسل رو گرفتم، یه ذره ویولونسل کار کردم. خلاصه سازهای مختلفی رو داشتم. سازهایی که گرفتم مثلا کمانچه گرفتم، ساز بربط رو گرفتم، یکم بربط زدم. اینا چیزایی بود که کلاس براش نرفتم، مثلا کمانچه و بربط و اینا رو خودم یه ذره زدم و تخصصی دنبالشون نکردم. ولی خب سازهایی که تخصصی دنبال کردم سنتور و دف و تنبک بود. خب تو گروه های موسیقی مختلفی ساز زدم. خودم سرپرست چند تا گروه موسیقی بودم و احساس کردم که نیاز هست علاوه بر اینکه شما نوازنده خوبی باشید و نوازندگی یاد بگیرید، دانش تئوریتون رو هم تقویت بکنید. به خاطر همین شروع کردم دوره‌های تئوری موسیقی رو گذروندم و بعد دوره‌های تربیت شنوایی، دوره‌های ریتم خوانی، درک ریتم، سولفژ، این دوره‌هایی که کمک کرد به من که بتونم هم نوازنده بهتری بشم، هم درکم از قطعاتی که میزنم بالا ببرم و هم بتونم قطعاتی رو تنظیم بکنم برای گروه، که یا اینکه اگر عضو گروهی هستم بتونم برای خودم، برای اون سازی که دارم میزنم، یه خط نوت متفاوتی بنویسم و بزنم که اجرای من رو متفاوت و بهتر بکنه. بعد از این دوره ها رو من تدریس میکردم و بعد به طور جدیتری دنبالش کردم و مدرک ABRSM رو از رویال کالج انگلیس گرفتم و تدریس این دوره های ABRSM و حالا دوره های تئوری رو هم شروع کردم در کنار نوازندگی. این مسیری بود که من برای یادگیری موسیقی گذروندم و خب نکته اینجاست که شما تو این مسیر باید صبور باشید. خب یه وقتایی هست که آدم حوصله تمرین نداره، خسته هستی، مریض هستی، امتحان داری، توی دوره هستی که خیلی درگیری، ولی خب در کنار همه این مشکلات و درگیری ها شما باید بدونید که یه تایمی رو هم باید برای ساز بزنید و این بذارید و این استمراره هست که مهمه و شما رو به اون نتیجه‌ای که میخواید میرسونه. چون که میگم میشد خیلی وقتا خود من هم اون زمان دوست داشتم وقتم رو برم بازی کنم، با دوستام مثلا سفر برم یا هر چیز دیگه ای، ولی الان که بهش فکر میکنم میبینم که شاید چقدر خوب بود که من این راه رو اینطوری اومدم جلو و الان دارم نتیجه اون تلاش ها و پیگیری هام رو میبینم و خیلی خوشحالم که اون تلاش هام به نتیجه رسیده. توی راه موسیقی مهمترین نکته اینه که واقعا صبور باشید و اینو من همیشه به هنرجوام میگم. شما یک نوت رو هم که میزنید، حتی مثلا یه نوت سول رو روی سازتون میزنید، کسی که 1 سال داره ساز میزنه با کسی که 20 سال داره ساز میزنه همون یک نوتی که میزنه متفاوته. مثلا اینجاست که شما باید در این حال که تمریناتونو دارید امیدتون رو از دست ندید
و صبور باشید و مطمئن باشید که تمریناتون قطعا به نتیجه میرسن. توی این راه تدریس من خیلی یارو دیدم که واقعا عاشق موسیقی بودن ولی خب توان مالی نداشتن که بخوان کار بکنن. خب خودم سعی کردم تا جایی که میتونم کمک بکنم، توی یه دوره‌ای به شرط رایگان تدریس میکردم یا با شهریه خیلی کم تدریس میکردم، ولی خب این به یه جایی رسید که خب همه تایم من رو گرفته بود و خب تصمیم گرفتم یه کاری بکنم که بتونه یه جورایی فراگیرتر باشه و کمک بیشتری بتونم به آدمای بیشتری بکنم. این شد که تصمیم گرفتم که یه کانال یوتیوب بزنم و اون چیزی رو که من توی این مدت یاد گرفتم آموزش بدم و خب از کتاب‌های ابتدایی سنتور شروع کردم و آروم آروم دارم سعی می‌کنم کتاب‌های دیگه رو هم کار بکنم، سازهای مختلف رو کار بکنم که بتونم کمکی کرده باشم به همه کسایی که عاشقانه موسیقی رو دوست دارن ولی شرایطش رو ندارن که بتونن این راه رو دنبال بکنن. پس اگه هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کن، این پست رو لایک کن، برام کامنت بذار، بگو کجای مسیری داری چی کار میکنی، من رو لطفاً حمایت بکنید که من هم انرژی و انگیزه داشته باشم که بتونم این مسیر رو هرچه بهتر ادامه بدم. ممنون.